Bienvenue à cette édition en ligne du Festival de films du Luxembourg. Vous avez dû découvrir Careless Crime, qui est le film de Shahram Mokri en compétition. Et donc, nous avons le privilège de retrouver Shahram pour pouvoir échanger au sujet de son film. Salam, Shahram. سلام معصومی عزیز خیلی خوشحالم که به بهانه فستیوال فیلم لوکسامبورگ شما رو میبینم و امیدوارم که گفتگومون خوب باشه برای مخاطباش. برای تماشاگران غیر ایرانی حتما اتفاق مرکزی فیلم که آتش سوزی سینمای رکسه یه بازتابش با تماشاگرای ایرانی خیلی متفاوته. آیا در چند کلمه میتونین توضیح بدین که این اتفاق معناش چیه برای ایران، برای سینمای ایران و برای شما به عنوان فرد چرا انتخاب کردین که این حادثه رو در قلب فیلمتون جا بدین؟ اتفاق سینما رکس توی سالهایی که انقلاب ایران داشت به نتیجه میرسید، یعنی منظورم اینه که درست قبل از انقلاب، قبل از پیروزی انقلاب ایران اتفاق افتاده. توی همون سالی که انقلاب ایران پیروز شده، در واقع میشه گفت که یه جورایی نتیجه و ثمرش دیگه برای عموم مردم روشن شده، آشکار شده. به خاطر همین به نظر میرسه یه واقعی مربوط به 40 سال پیش و 40 و چند سال پیش، و شاید این تصور به وجود بیاد که مثلا نسل جدیدتر یا نسل جوان ایرانی ها با اون واقعی کمتر آشنا هستند. اما جالب اینجاست که هر سال موقعی که حادثه سینما رکس یا سالگرد حادثه سینما رکس دوباره نزدیک میشه، بحث‌های زیادی شکل میگیره توی شبکه‌های اجتماعی بین جوونا، بین مخاطبای سینما، راجع به اینکه این حادثه چطور اتفاق افتاد یا به چه شکلی اتفاق افتاد و این تأثیرش رو همیشه زنده نگه می‌داره. یعنی با گذشت چند دهه از این اتفاق، هنوز ما راجع به سینما رکس و اتفاقی که توی سینما رکس افتاد مثل یک پرونده باز داریم حرف می‌زنیم. همونطور که توی فیلم جنایتی بی دقت بهش اشاره کردم، این حادثه یه بک‌گراند ناروشنی داره، یعنی واضح نیست دقیقا اون پشت اتفاقی افتاده، و یه سری حوادثی که توی دادگاه راجبش صحبت شد و آدما راجبش حرف زدن و گفتن که توی لایه بیرونی، توی سطح بیرونی حادثه چطوری اتفاق افتاده. تصور خودم این بود که همیشه شاید بشه با پرداختن به این لایه بیرونی، اون چیزی که روشنه از ماجرا، از داستان سینما رکس، ما بتونیم یه جورایی یه نگاهی هم به اون چیزی که اون پشت اتفاق افتاد و بک‌گراند حادثه داشته باشیم. به خاطر همین رفتم سراغ ماجرای سینما رکس و در واقع یه طوری میتونم بگم یه راه حل فرمی شبیه فیلم‌های دیگه هم میخواستم پیدا بکنم که چطور ما ممکنه با بررسی کردن سطح یک اتفاق، لایه‌های بیرونی یک اتفاق، به یه ویو راجع به اون چیزی که اون توش داره اتفاق میفته برسیم. از طرف دیگه ماجرای سینما رکس خیلی برام ماجرای مهمی از این بابت که یه ارتباطی پیدا میکنه با سینما، با موضوعی مرتبط با سینما، و فکر میکنم که میتونی یه جورایی مسیر سینمای ایران رو توی این 40 سال معلوم بکنه، مشخص بکنه، اینکه آیا ما واقعا توی سینمای این 40 سال با حذف به مفهوم اینکه مثلا انگار یه بخشی از تاریخ سینمامون رو نادیده گرفتیم چطوری رفتار کردیم با این مفهوم، با مفهوم حذف کردن، یا با اینکه با خاکسترها یا بازمانده سینما رکس چی کار کردیم، یعنی چه اتفاقی برای اونجا افتاد. یه کمی یه یادآوری تاریخی در مورد وضعیت سینمای ایران در بعد از سینما رکس، بعد از ماجرای سینما رکس. یه مجموعه از این همه این ماجره هاست محسوم که باعث میشه که من هنوز فکر بکنم به سینما رکس. تازه فکر میکنم جنایتی بی دقت فقط یک مدل نگاه کردنه. واقعیت اینه که این ماجرا انقدر ابعاد عجیب و پیچیده ای داره که هم فیلمسازهای دیگه میتونن بهش نگاه کنن، همین که در تاریخ سینما ایران فیلم مستندی با چنین موضوعاتی ساخته شده و ویوهای مختلفی راجبش وجود داره.
یک نکته مشترک این فیلم با دو فیلم بلند قبلی تو همینه که باز در یک مکان واحد شکل میگیره و جالبه که خب از لحاظ اقلا سمبولیک خیلی جالبه که این مکان هم یه سینماست و یک فیلم در فیلم هست که فیلم در فیلم خودش تقریبا یک ژانر سینمای ایرانه. خیلی فیلم ها من جمله فیلم هایی که توی سالن سینما پوستراش دیده میشه راجب فیلم در فیلم هن. ولی اینجا خاصیت سینمای تو که سینمای خیلی متفاوتیه در تاریخ سالهای اخیر سینمای ایران، در واقع فیلم در فیلم منظور این نیست که یکی بخش مستنده و یکی بخش فیلم قصه یه که ساخته میشه، ولی با این حال دو قصه به صورت موازی پیش میرن و بازم اون بازی با زمان هست که در واقع این اشخاص، یعنی اگر کسی جنبه مستند آتش‌سوزی سینما رکس براش جالب باشه متوجه میشه که زمانی که فیلم میگذره زمان مستند این نیست. میتونی بگی چه جوری به این ساختار رسیدی؟ در واقع این چه جوری با این دو فیلم نامه که به هم مربوط شدن رسیدیم؟ خیلی اشاره درستی کردین راجع به اون ایده فیلم در فیلم. آره توی من برام خیلی مهم بود که همونطور که میبینین توی سالن سینما پوسترهای مختلفی که به دیوار هست همه فیلم هایی که هم که در سینما ایران تولید شدن درباره سینما، این در واقع الگوی فیلم در فیلم یکی از الگوهای مورد علاقه منه به خاطر چند ویژگی مختلفی که داره. یکی از اونا مسئله روایتگریه که ما چطور میتونیم خودمون به عنوان صاحب یک اثر در پشت صحنه یک فیلمی باشیم که اون فیلم خودش انگار پشت صحنه یا درباره یه فیلم دیگه است که اون تو داره اتفاق میفته. میدونین که یکی از فیلمسازهای مورد علاقه من و شما عباس کیارستمی یه بار من راجبش یه مقاله‌ای نوشتم راجب فیلماش و به این اشاره کردم که چطور بخش عمده از فعالیت سینمای عباس کیارستمی درباره فیلم در یعنی فیلم‌های درباره فیلم‌ها هستن، فیلم‌های درباره سینما هستن. و میخوام بگم در سینما ایران ممکنه در لایه‌های پنهان مثلا در آثار محسن مخملباف یا مثلا در سینمای کیانوش عیاری شکل‌های مختلف ایده رابطه سازندگان یک اثر و فیلمی که دارن تولید میکنن رو ببینیم و همه اینا جز فیلمسازه بودن که من توی سینما ایران دوستشون داشتم و نگاه میکردم به کارشون. از طرف دیگه به نظرم همونطور که گفتین مثل فیلم‌های قبلی من این یه امکانی رو در اختیار من قرار میده که بتونم به مسئله زمان به معنای ایده اصلی و پایه‌ای فیلمام نگاه بکنم. مسئله زمان در همونطور که توی فیلم جنایتی بی دقت میدونین داستان مربوط به اتفاقی که 40 سال پیش افتاده، ولی من داستانو یه جورایی دارم در امروز ایران روایت میکنم، البته با یه تبصره‌هایی. یعنی مثلا لباس کاراکترام شبیه لباسایی که آدما در ایران در 40 سال پیش میپوشیدن با یه جزئیات اینطوری، یا مثلا لوکیشنایی که اونا توش میرن، اون 4 نفر آدم توش میرن، لوکیشنای 40 سال پیش ایرانه، در حالی که سالن سینمای اصلی که اونا بعدن میان توش که آتیش زدن و انجام بدن یه سالن سینمای امروزه، یعنی مربوط معماری امروز ایرانه. در واقع یک جور رفتن تاریخی از دل اتفاقی که از 40 سال پیش افتاده تا به الان در سینما. این امکان رو به من میداد فیلم در فیلم یا نگاه کردن به فیلم در فیلم که دوباره برگردم به مسئله زمان و به اینکه زمان با ما چی کار میکنه. و بعد نکته بعدی که توی سوال بودم باز برام جالبه این محدود کردن اجرا به یه لوکیشنه. در واقع یه لوکیشن مرکزی وجود داره، همیشه علاقه دارم به این که مثل سن تئاتر انگار برگردم و ببینم که قبلا مواجهه ما با دوربین با یه سن تئاتر چطوری میتونسته باشه و الان برگردم ببینم دوباره مواجهه امروز باش چطوری میتونه باشه. آیا ما هنوز در مواجهه دوربین با سن تئاتر، با اومدن دوربین‌های دیجیتال، با شکل‌های مختلف روایت، پس و پیش رفتن در زمان، آیا ما میتونیم در نگاه کردنی که در تاریخ سینما سالهای ابتدایی تاریخ سینما نسبت به سن تئاتر داشتیم میتونیم یه تغییراتی به وجود بیاریم، میتونیم دوباره ببینیمش از اول؟ پس هر سه این مواردی که گفتین توی فیلم وجود داره و اینکه چطوری بهش فکر میکنم رو معصومه خیلی نمیتونم در واقع
نقطه شروع همیشه بگم، بگم یه نقطه شروع وجود داره و من از اونجا مثلا استارت میزنم کاری که راجع به فیلم داریم انجام میدم. میدونی که فیلمنامه‌ام رو با نسیم مینویسم. برای اینکه این کار رو انجام بدیم ما شروع میکنیم از یک اکت، از یک اتفاق شروع میکنیم و بعد میگیم که اون اتفاق رو چطوری میتونیم گسترش بدیم. مثلا میگیم بدون اینکه به بک‌گراند ها بریم، به پیش زمینه ها بریم، اینا بعدن میاد اهمیت پیدا میکنه، میگیم اکت آتیش زدن سینما رکس. این برامون از جنبه های مختلفش جالب میشه، ولی وقتی پیداش میکنیم خیلی به اون جنبه ها فکر نمیکنیم، فکر میکنیم خب این خوبه، این امکان کار میده. مثل این میمونه که انگار بخوای مثلا یه سنگی رو بتراشی ولی هنوز خیلی هم دقیق نمیدونی چی میخوای از توش در بیاری، ولی فکر میکنی این سنگ این قابلیت رو داری، یه چیزایی داری توش میبینی و آروم آروم جلو میریم و بعد شروع میکنیم به تراشیدنش، کم و زیاد کردنش، اینکه چه داستانی بهش اضافه بکنیم و چه داستانی بهش اضافه نکنیم. من یه تمایلی دارم در پیچیده تر کردن، نسیم یه تمایلی داره در ساده کردن. اگر به من باشه سناریو توی دوتا داستان سه تا لایه اتفاق نمیفته، میرم همینجوری انقدر پیچیده میکنم که خودم هم توش گم میشم، ولی این مدل کار کردن باعث میشه که یه جایی به توافق برسیم. یعنی یه جایی من هی لایه اضافه کنم و اون هی لایه اضافه لایه کم کنه و اینجوری میتونیم به یه ساختمانی برسیم که مورد قبول هر دومون باشه و فکر کنیم میتونیم روش کار بکنیم. همینطور که میگفتی یه جنبه خیلی بکر سینمای تو، فیلمایی که در غربم دیده شدن و شناخته شدن، خب این انتخابی بود که تا حالا داشتی که همینطور میگفتی مکان واحد، زمان و جنبه تئاتریک، یعنی سالن سینما رو مثل یک تئاتر دیدن، مثل صحنه تئاتر دیدن، که خب خاصیتش دو فیلم قبلی هم این بود که در یک سیکونس شات، یک تیک بود و بنابراین کاملا ازش یه هنر زنده می ساخت، یه چیزی که تماشاگر این حس رو داشت که شاهد زنده هر چیزی که روی پرده می بینه. و اینجا مثل این که یک وسوسه ای بود که هم باشه، یعنی دو در هر دو فیلم، چه در فیلم جنایت بیدقت چه در اون یکی فیلم جنایت بیدقت، یک جنبه اینطوری هست، باز یک صحنه ای که میچرخه و تماشاگر هم مثل تو توش گم میشه هست، ولی در این حال دیگه این قانون شکستی، قانون یک تیکی رو شکستی. برام جالبه که بدونم که تا چه حدی آیا این قصه غیر ممکن بود که باز با این قانون حفظ بشه؟ چطور شد که، چون اگه درست یادم بیاد خیال داشتی که باز ادامه بدی و از فیلم سومت هم سوال بزرگی بود که آیا باز با یه تیک خواهد بود یا اینه که بالاخره مونتاژ توش وارد میشه؟ چطور شد آیا از دل قصه در اومد این تغییر و آیا وسوسه در این حد بود که باز حفظش کردی توی فیلمنامه، یا اینکه فشار نسیم بود؟ چطور به این نتیجه این مزانسن رسیدیم؟ ببینید، هنوز فکر میکنم که برمیگردم به فیلمی که در یه تیک اتفاق بفته. همین الان دارم همزمان روی دوتا سناریو کار میکنم که یکیش هنوز همون شکلی که توی دوتا فیلم قبلی داشتم، یعنی مواجهه دوربین با یه پیوستگی در یه صحنه یه تار. اما یه ترسی داشتم و اونم این بود که نکنه بخوام ذهنم رو محدود کنم، یعنی خودم رو زندانی یک استایل بکنم و فکر کنم که فقط هم خودم هم بیننده فیلم ازم این توقع رو داشته باشم، هم خودم از خودم چنین توقعی رو داشته باشم که بخوام خودم رو فقط محدود بکنم به چنین گرایشی. هر چند که فکر میکنم اگر واقعا برای کسانی که علاقه‌مند به فیلم و سینما هستن، فکر میکنم که حداقل یه بار کار کردن فیلم در یک نمای پیوسته رو تجربه بکنن. در سینما محصول نهایی ارزش و اهمیتش کمتر شده برام تا پروسه‌ای که به اون محصول میرسم، یعنی پروسه تولید برام جذابیت بیشتری پیدا کرده، انرژی که توی تولید وجود داره. به خاطر همین فکر میکنم در فیلمی که در یه پلان فیلم برداری میشه، در موقع تمرینا، وقتی که سر صحنه هستی، انرژی که داری که به نتیجه نهایی برسی، انقدر اینا بالاست که بعد این تجربه جایگزین کردنش با مدل روتین فیلمسازی، مثلا مولتی کامرا کار کردن، کات زدن، برش زدن، رفتن به یه لوکیشن دیگه و برگشتن، فکر میکنم که قابل مقایسه نیست. به خاطر همین میفهمم که ممکنه محصول نهایی در موقعی که شما دارین با مونتاژ کار میکنید، میتونم بفهمم که این محصول نهایی محصول آشناتر یا دلچسبتر و جذابتری میتونه برای مخاطب باشه.
یا حداقل اون کمتر فکر کنه وقتش رو داره تلف میکنه وقتی داره فیلم میبینه. اما برای خودم به عنوان تولید کننده، مسیر تولید، پروسه تولید توی فیلم یک نما، یک شات، انقدر انرژی داره که حتما دوباره دوست دارم بهش برگردم. در مورد این فیلم به خصوص، یا مثلا فیلمایی که ممکنه اینجوری کار بکنم، این ترس در من هست که نکنه به تکرار کردن خودم بیفتم، یا نکنه یادم بره که مدل دیگه فیلم مونتاژ کار کردن چقدر ممکنه جذابیت داشته باشه و چقدر ممکنه چیزای ایده‌های جدید و تازه توی خودش داشته باشه. توی اون یه پلانی هم که گفتین اون در فیلم، یه جورایی میخواستم یه چیزی توی فیلمم داشته باشم که به خودم حداقل یادآوری بکنم که موقعی که کاغذ رو میگن که به اون کاراکتری میگن این کاغذ ها رو چطوری میشه از اینجا رسون به دست کاراکتری که تو فیلمه، اونا بهش یه صحنه رو نشون میدن که شبیه این ایده هایی که توی دوتا فیلم قبلی بود، یعنی زمانی که ایده هم داره میچرخه. برای خودم هنوز جادو، شبیه جابجا کردن اون کاغذ، هنوز توی چنین فیلمی وجود داره، هنوز توی فیلمی وجود داره که توی یه تک داره اتفاق میفته و شما هر کاری دود میخواین میتونین باهاش انجام بدین. یک راز، واقعا یک راز هر سه فیلم تو، هم ماهی گربه، هم هجوم و این فیلم با جنایت بی‌دقت، اینه که با اینی که فیلمیه که میتونه به نظر همینطور که خودت میگی جنبه بیشتر تجربه داشته باشه، یعنی آدم احساس کنه که بیشتر تو به عنوان کارگردان راضی کردن خودتو ارجحیت دادی تا راضی کردن تماشاگر حالا فرضی، یا اینی که به مدل‌های ریاضیات شبیه باشه، یا به هر حال یک جنبه ابستری در ساختار این فیلم داشته باشه، و با اینکه خیلی رفرانس به سینما یا به تاریخ، یا به هر حال فیلم به صورت خیلی عجیب و میشه گفت جادویی، هر سه این فیلم در ساختارش اتفاقا خیلی دلچسبه، خیلی شیرینه و خیلی طنز، یک طنز توی این فیلم به طور خاص یه طنزی داره که میتونه به نظر بیاد در تضاد با این محتوای فیلم یا این روش فیلم. اگه بخوام صادقانه به این سوال جواب بدم، شاید این یه مقداری به عدم اعتماد به نفسم نسبت به ایده‌ای که توی فیلم به عنوان حرف دارم، یا به عنوان محتوا، حالا به عنوان اون چیزی که در درون فیلم قرار گرفته، عدم اعتماد به نفسم نسبت به ارائه اون میاد. اما در مورد کارهای خودم همیشه این سوال برام وجود داره که چیزی که من دارم تو این فیلم میگم چقدر اهمیت داره. یعنی همیشه با این سوال مواجه هستم که من یه روش برای گفتن دارم، اون روش برای گفتن مربوط میشه به پروسه‌ای که قبل از تولید فیلم انجام میدم، و مربوط میشه به چیزی که تماشاگر به عنوان وضعیت شکلی توی فیلم من میتونه ببینه. اما یه چیزی هم دارم توش میگم، یه معنایی، یه چیزی هم دارم توش وجود میگم، من نمیدونم، نسبت به اون اعتماد به نفس کافی ندارم. این عدم اعتماد به نفس همیشه منو به سمت یه جور طنز، اون چیزی که اسمشو میگین طنز، میبره. به خاطر اینکه با خودم فکر میکنم حداقل این آگاهی نسبت به اینکه ببین ممکنه حرفی که من میزنم خیلی جدی نباشه، این آگاهی رو دوست دارم با تماشاگر شریک بشم، پس این اتفاق میفته. یعنی همیشه توی فیلم ها در جدی ترین حالت همیشه دستم به سمت این میره که یه چیزایی بنویسم که انگار خود اون ساختار رو خیلی جدی فرض نکنه، خود اون وضعیت رو خیلی جدی فرض نکنه، و این تو موقع نوشتن توی من بیشتره. یعنی سعی میکنم که بعد از این که متن اولیه، نسخه اولیه رو مینویسم، سعی میکنم که این یه ذره کم کنم، یه ذره متعادل ترش بکنم. میگم صادقانش اینه که احتمالاً فکر کنم با خودم که این به عدم اعتماد به نفسم نسبت به چیزی که به عنوان محتوا دارم ارائه میدم میتونه بیاد. از طرف دیگه اما فکر میکنم یه ذره هم به تماشاچیم اجازه نفس کشیدن بدم. یعنی همیشه با خودم فکر می‌کنم چرا تماشاگر باید بشینه مثلا دو ساعت این فیلمو نگاه کنه، حداقل بذارم یه ذره بهش این امکانو بدم که شاید، البته خب می‌دونی نوشتن به فارسی و یه طنزی که توی فارسی قابل درکه ممکنه برای تماشاگری که در کشور دیگه داره این فیلم‌ها رو داره می‌بینه اصلا اینطوری نباشه. یه بار من فیلمام رو توی کره داشتم می‌دیدم با تماشاگر کره، و اونا به یه جایی از فیلم میخندیدن که اصلا به نظر من خنده‌دار نبود، و یه جایی که من طراحی کرده بودم برای که بخندن اصلا اونا خیلی بدون ریاکشن بودن. در نتیجه اینم ریسک بزرگیه، یعنی آدم نمیدونه کدوم یکی از اینا ممکنه که کار بکنه و جواب بده،
ولی فکر میکنم یه سرم تماشاشیمو تو هر حالتی نگه دارم که حداقل به این که من خودم خیلی جدی فرض نکردم اونم به این یکم امتیاز بده، یه ذره آوانتاژ بده به. مرسی که به سوال هم جواب دادین شهرام، و به امید دیدار هرچه زودتر با فیلم های بعدی. مثل همیشه یه گفتگوی خیلی خوب بود با شما. مرسی.